بعد نوشته تو مملکت آخونزده طالبانی که اکثرا کارگر و برده یه روز کار داری یه روز نداری برای چی باید ازدواج کنی و بچه بیاری درود به شرف داماد ما که همین رو داریم سالها میگیم آقا بچه برای چی میارید بچه بچه آقا بزایید آخوند هر چی میگه برعکسش باید عمل کنی میگه فرزند آوری و ما وام میدیم دروغ میگن همشون زمان احمدنجاد نجاد این حرفا رو یادتونه میزدن میگفتن هر بچه ای دو میلیون تومن میدیم حالا اون بچه هایی که اون زمان به دنیا آمدن الان 15 16 سال حداقل دارن 12 13 سال فکر کنم داشته باشن دیگه واماشون رو گرفتن اون دو میلیونه رو گرفتن این پولم مثل اونها گول اخوند هر رو نخورید برای اینا بچه تولید نکنید تو این وضعیت هم شما هم وطنان ایرانی هم افغان بچه تولید کنیم بچه بچه خود خودتون نون خوردن ندارید بچه برای چی تولید کنید آخه باید کارگری کنید چیز کنید بعد بچه بچه زجر میکشه تو این سختی این جنایت در حق اون بچه است که بچه رو توی یه شرایط سخت به دنیا بیارید تا جای ممکن از تولید مز کردن تو اون کشور آخونزد خودداری کنید بذارید خودشون تولید مز کنن خودشون کارگر خودشون بشن شما برای چی میخواید کارگرتون بشین؟ نه بچه میخواد ایران رو پس نمیخواد تو خود نتونست ایران رو پس بگیری بچه میخواد ایران رو پس بگیره بلش کنید این داستان بچه آوردن و برای آخوند رو متوقف کنید یک بار برای همیشه چه بیاریم زندگیمون پا بگیره تو خودت با شوهر تفاهم نداری شوهرت با تو تفاهم نداره بچه وسط هم میارید چهار سبایه دیگه هم از هم طلاق میگیرید میرید به سلامه اون بچه وسطم میمونه با اون بدبختی ها اون جر و هایی که تو کودکی سرش کردید و اون اونو دیوونه کردید اون بچه هم وسط میمونه اینا حقایق آقا تلخه میدونم ناراحت میشید میدونم ولی حقیقت من بهتون میگم تو هزار مورد رو دیدم بچه رو بهونه نکنید آقا بچه بیاریم زندگی پا بگیره بچه بیاریم نمیدونم از هم جدا نشیم چرا ما آدمایی با هم تفاهم ندارن همون اول جدا بشن بدن راحت درن به مشکلات بعدی نمیخورن این هم وطنمون آگاه بود میگه بچه برای چی بیاریم که بخوایم پناهنده بشیم در بدم میان اینجا و میگه برای چی اومدی برای بچه اومدی خب بچه رو تولید نکن که نخوای آواره بشی خودت هستی خودت میدونی دیگه دوستی میگوید که سلام واقعا حرفایی که میگی حقیقت است توفت و شرف آخوند من سه تاشو دارم کارگر هستم مستاجرم توی رهن و اجارش موندم سالم باشی ممنون درود به شرفت هموطن که تایید میکنی با وجود اینکه سه تا بچم آوردی درود بر تو.